بلیاز خدا قطعا اجازه به پلانه های دشمن ندی. تو تاجک هستی و تو پشتون هستی و تو ازبک هستی و تو چیز هستی، پشتو زبان خودت هست. چرا؟ تو عضوی فامیل هستی، قندهاری قلبت هست، پامیری چشمت هست، پکتیاوال بازوت هست. شرم است ای قرن 21، تمام اروپایی ها زیر یک شعار منافع اقتصادی زیر یک پرچم جمع شدن. پولی مشترک، سیاستی مشترک، راه مشترک، منافع مشترک. حتی پاسپورتی وجود ندارد در مابین کشورهایی که اعضا هستند در اتحادیه اروپا. تو مسلمان، افغان، به اصطلاح نجاتت آریایی، در یک خانه زندگی میکنیم. ایده خداست که مردم به کره مریخ فعلا در صدد تسخیر مریخ هست، تو هنوزم از پشتو، ازبکی و از قوم و از منطقه و از سمت گب میزنی. اجازه نتین به دشمنا، قطعا اجازه نتین. در ای اواخیر پوهنتون نباشد، دانشگاه باشد، ببینیم حربه دشمنه. ببینیم لچی ما را مصروف میسازن از برای خدا و قرآن. از این فکر نمی شود که از این پوهنتون چی فارغ شود تا از دین و ثقافت و فرهنگ و من با خود دور نگاه کنن. متوجه باش در چی چیز مصروف من میسازم؟ در کلمه پوهنزه و دانشگاه. عقل سیکو و عقل ما و خودتان چرای طور شود چرای طور نشود، از احساسات و احساسات نامش غیرت منده ما و خودت، جهل نامش قهرمان ملت، قهرمان افغانستان. ما به این کلمه مخالف هستم. قهرمانی گوری سرش هست. ژاپن به افغانستان یک روز استقلال خود گرفت. امروز ژاپن به کجا رسید و ما هنوزم گدایگر، ذلیل، در بدر، محتاج، خاک بسر. من همیشه مثال میتونم، یک مثل یک تابوتی است که مردم بالاش تجارت میکنن. تابوت بالا میکنه، یک چند نفر یک چند قدم که بر خلق خدای ده پارش چنده و که چی دگه مری خخ کو. یا خدا جیبایش که پر کرد، باز یک چند نفر دیگه میاد رزیش استاسو نمبر دیکنه و خلی باز او بالا میکنن. یا مردم ها بلیاز خدا یک چند نفر جمع کنین که این مرده را گور کنین، یا که جیبای خدا پر کردن. باز به دیگه امروز ما خودت اینمو تابوت هستیم که دنیا سرمان چنده میکنه. کدام دستاوردیست از دموکراسی در وطنت؟ خداوند داود خانه ببخشه که امو چیزی هم که مانده سرک که امروز ما خودت حرکت میکنیم، امو هم به اصلاح دستاوردی امو انسانی با غیرت و شجاع بود. بفرمای نشان بده. ولی نمیخوا اگر تو در این فکر باشی که وطنی تو را دیگرها آباد میسازد، تو احمق هستی و به خاطر آبادی وطنی تو نامد است. اگر او به خاطر آبادی وطنی تو آمده باشد و به خاطر تأمین صلح در وطنی تو، او احمق است. ولی هرگز او این کار نمی کنه. کسی که منافع ملی خود من فدای منافع ملی دیگر را می کند، او خائن است. او هرگز منافع خود فدای منافع ما و خود نمی کند. یکان وقت میگن که صلح در افغانستان، در افغانستان صلح و آرامی باعثی آرامی در منطقه است. یکان تو از ما و شما هم داریم، یکان بسغوکی محلل سیاسی باز دبر این چیز تلویزیون در اوجه در صفحه نوشته میشه کارشناس سیاسی. این کارشناس یکان تش تفسیره میکنن آرامی در افغانستان، صلح در افغانستان باعث آرامی در کلی منطقه است. بد کرده. آرامی در افغانستان چی معنی؟ ما باید از خود تکنولوژی داشته باشم، از خود قوی مسلح قوی داشته باشم، از خود کارخانه داشته باشم، از خود دواسازی داشته باشم، از خود شفاخانه پیشرفته داشته باشم، از خود پوهنتون پیشرفته داشته باشم، از خود برق داشته باشم، از خود راه داشته باشم، از خود زراعت قوی داشته باشم، پشتیبانی اقتصادی قوی داشته باشم، روابط بین المللی و سیاستی مستقل داشته باشم. در صورتی که ای باشه تو نان پوسیدگی تا از رای ترخم به ما روان میکنی، میگه فار اونلی افغانستان. چی میگه؟ اونلی فار افغانستان یا فار اکسپورت. در پاکستان کسی از این دوای استعمال نکنه که توفه به افغانستان است. 15 تابلت هم میخوری
یک وقتی بود یک دسپرین میخوردی سردرد گم میشد، حالا 15 تا که میخوری هیچ تأثیری نداره، چرا اون مواد اصلا در وجود نداره. ما وقتی که از خود دواسازی داشته باشم شیری اکسپایر شدگی تسری ما میتونه که دوچند تجارت بکنی. بناهن صلح در افغانستان به منفعت افغان هاست و بس، آبادی در افغانستان فقط به منفعت افغان هاست. این کلمه را باید در ذهنمان جای بدیم.